دوم قرنتیان فصل چهارم. چون خدا از لطف خود این وظیفه را به ما داده است، ناامید نمی گردیم. ما از همه روش های پنهانی و ننگین دور شده ایم و هرگز با فریبکاری رفتار نمی کنیم و پیام خدا را تحریف نمی نماییم، بلکه با بیان روشن حقیقت می کوشیم که در حضور خدا مورد پسند وجدان همه مردم باشیم. زیرا اگر انجیلی که اعلام می کنیم پوشیده باشد، فقط برای کسانی پوشیده است که در راه هلاکت هستند. سردار این دنیا افکار آنها را کور کرده است تا نور انجیل پرشکوه مسیح را که صورت خدای نادیده است نبینند. ما نمی خواهیم خود ما مورد توجه قرار بگیریم، بلکه اعلام می کنیم که مسیح عیسی خداوند است و ما به خاطر او خادمین شما هستیم. زیرا همان خدایی که فرمود روشنایی از میان تاریکی بدرخشد، در قلبهای ما نیز درخشیده است تا آن نور معرفت جلال خدا که در چهره مسیح مشاهده می شود بر ما بدرخشد. با وجود این، ما چنین گنجی در کوزه های سفالین داریم تا معلوم گردد که آن قدرت بزرگ از ما نیست، بلکه از خداست. از هر طرف تحت فشار هستیم ولی نمی شکنیم. گاهی دچار شک و تردید می شویم اما تسلیم ناامیدی نمی گردیم. آزار می بینیم اما هیچ وقت تنها نیستیم. می افتیم ولی نابود نمی شویم. بدنهای فانی ما دائما داغ مرگ عیسی را با خود دارند تا زندگی عیسی در بدنهای ما نیز ظاهر شود. آری، در تمام دوره زندگی خود همیشه به خاطر عیسی به مرگ تسلیم می شویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر شود. پس در حالی که اثرات مرگ در بین ما دیده می شود، اثرات حیات در بین شما مشهود است. نوشته شده است: چون ایمان داشتم سخن گفتم. ما نیز سخن می گوییم چون ایمان داریم، زیرا می دانیم خدا که عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود خواهد آورد. این همه به خاطر شماست تا به هر اندازه‌ای که فیض خدا شامل مردم بیشتر شود، شکر و سپاس برای جلال او نیز زیادتر شود. بنابراین امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز نو می شود و این رنج و زحمت ناچیز زودگذر جلال عظیم و بی‌پایان را که غیر قابل مقایسه است برای ما فراهم می کند. و در ضمن ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته ایم، نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می آید موقتی است ولی چیزهای نادیدنی تا ابد دوام دارند.